از آن زمان که بر این آستان نهادم روی، فراز مسند خورشید تکیه‌گاه من است. سلام، به اولین برنامه فراز خوش آمدید. در این برنامه با زنان اشرفی، حرفهاشون، تجربیاتشون و امیدها و آرزوهاشون، هنرشون و کار و برنامهشون در شرایط معاصره اشرف آشنا میشیم. البته این فقط یک شروعه و محتوای برنامه توی گامهای بعدی با کمک خود شما با سوالاتون و نظراتتون تکمیل تر میشه و ارتقا پیدا میکنه. و اما داستان فراز از حماسه 19 فروردین، از ایستادن در برابر زرهی و رگبار برای دفاع از خانه یعنی اشرف و عروج و پرواز عاشقانه 36 جاودان فروغ الهام گرفته و تا جایی که به این برنامه مربوط میشه، فراز از پرواز 8 جاودان فرشته آزادی نشأت گرفته که سلام و درود میفرستیم بر این 8 سر و آزادی اشرف، آسیه، سبا، فائزه، مرضیه، فاطمه، شهناز، نسترن و مهدیه. وقتی دوره هنرستان را تموم کرد، در کنکور دانشگاه‌های هنرهای زیبای دانشگاه تهران و هنرهای تزئینی و هنرهای دراماتیک شرکت کرد که توی هر سه دانشگاه هم قبول شد، ولی هنرهای زیبای دانشگاه تهران رو انتخاب کرد. توی چند زمینه کاری هم موفقیت‌هایی به دست آورد، مثل تدریس هنر توی دانشگاه از زهرای دختران یا گرفتن بورس دانشگاه تهران که به خارج بره و تحصیل دوره فوق لیسانسش رو تموم کنه، یا مربی شدن توی رشته هنر هنرستان دختران بهزاد یا کار مجدد در دوره انقلاب فرهنگی رژیم آخوندی در اداره‌ای که اسم جدیدش وزارت ارشاد بود. اما همچون همه هنرمندانی که دیکتاتوری را برنمی‌تابند، اون هم به تبعید رفت و اونجا بود که با جمعیت اعتصاب کنندگان ماجرای گابون روبرو شد و به طور حرفه‌ای انتخاب کرد که به مجاهدین بپیونده. اون حالا توی استودیوی ماست با صحبت‌های راجع به کار هنری در حین مقاومت و مجاهدت. شهره امامی، به فراز خوش اومدید. خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارم. شهره، توی خانواده مقاومت و توی زندگی مبارزاتی هر کس از پیرامون خودش تأثیر میپذیره. همونطور که دیدیم، هموطنان پرشور آزادی خواهمون توی اجتماع ویلپنج شرکت کردن. یکی با هنرش پیام مقاومت رو به همه جا میبره و یکی با شرکت در اعتراضات و تظاهرات. و تو در عین این که زندگی تو وقت مبارزه طولانی با هدف سرنگونی رژیم کردی، اما جا به جا تلاش میکنی با هنرت هم ارزش های مقاومت رو برای آیندگان به ثبت برسونی. خبردار شدیم که بعد از قتل عام 19 فروردین تو نقاشی چهره سبا رو توی آخرین لحظاتش کشیدی. میشه بگی چی شد که تصمیم گرفتی چهره شهید سبا رو ترسیم کنی؟ من واقعیتش سه تا انگیزه قوی داشتم برای این کار. خب اولینش مشخصه، در یکی از سمینارهای بزرگ خارج کشور که خانم مریم خودشون حضور داشتن و در زمینه همین حمله 19 فروردین صحبت میکردن، عکس سبا تو دستشون بود و وقتی که نگاه به سبا میکردن، من لحظاتی داشتم که برام گفتنش خیلی سخته. دومیش این بود که تصویر سبا خیلی انگیزاننده بود، به این دلیل که در اوج آرامش و با صلابت کامل حالتی داشت که انگار نه انگار که تیر خورده.